مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود. آیا آنچنان که رهبر ایران میگوید کرونا موضوعی است نچندان بزرگ و زودگذر؟ در 60 دقیقه امشب همچنین به اظهارات وزیر پیشین بهداشت ایران میپردازیم که گفته آمار و ارقام ارائه شده واقعی نیست. با یک پزشک و یک متخصص بیماری های همگیر در این مورد صحبت خواهیم کرد. همچنین در برنامه امشب ایران now has the deadliest rate in the world for coronavirus. گفتگو با برایان هوک مسئول ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران که میگوید تهران به خاطر انتخابات آمار واقعی کرونا را اعلام نکرد. ابر سه شنبه در آمریکا، کدام دموکرات رقیب دونالد ترامپ در انتخابات می شود؟ در 14 ایالت از جمله اینجا در کارولینای شمالی دموکرات ها پای صندوق های رای رفتند. تلاش رقبای برنی سندرز چپگرا برای متوقف کردن او ادامه دارد. و رقصی چنین میانه بیمارستان، تلاش پزشکان و پرستاران برای کم کردن غم کرونا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. 2336 ابتلا، 77 مرگ و 435 بهبودی. این جدیدترین آمار رسمی است که وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا اعلام کرده. این آمار برخلاف روزهای گذشته به صورت استانی تفکیک نشده، اما به گفته وزارت بهداشت استانهای قم، تهران و گیلان هنوز در صدر استانهای درگیر قرار دارند. همزمان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمار اعلام شده درباره مبتلایان واقعی نیست. بر اساس تازه ترین آمار تنها در مجلس 23 نماینده مبتلا به کرونا هستند. حتی بعضی از مقام های ایران از اینکه قم در روزهای اول قرنطینه نشد انتقاد کرده اند و تعلل مسئولان را علت شیوع کرونا در ایران و منطقه می دانند. با توجه به ارسال کیت‌های تست کرونا و کمک‌های سازمان بهداشت جهانی، آیا می‌توان انتظار داشت که مدیریت بحران بهتر شود و آمار رسمی به عدد واقعی نزدیک‌تر؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. افزایش چشمگیر و روز به روز موارد ابتلا به کرونا حتی در آمار رسمی. وزارت بهداشت در تازه‌ترین آمار خود تعداد مبتلایان را در سراسر ایران 2336 نفر اعلام کرده. 77 نفر هم تا کنون جان خود را از دست دادند. در این میان وزارت بهداشت میگوید 435 نفر بهبود پیدا کردند. منابع غیر رسمی میگویند آمار احتمالاً بیشتر از این است. تهران با 1043 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را در سراسر ایران دارد. در قم 253 نفر به کرونا مبتلایند و در گیلان 218 مورد ابتلا گزارش شده. 28 استان ایران درگیر کرونا هستند. هنوز موردی در بوشهر، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی گزارش نشده. رئیس دانشگاه بودم. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران عددهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت را واقعی ندانسته و گفته آمار این وزارتخانه تمام آنهایی نیست که گرفتار کرونا هستند، چون هنوز خیلی از بیماران شناخته نشدند. آقای پزشکیان که خود دکتر است گفته اگر جای وزارت بهداشت بود روز اول قم را قرنطینه می‌کرد و به این وزارتخانه توصیه کرده دستوری، قاطع و نظامی با کرونا برخورد کند. بسیج 300 هزار نفری به در خانه‌ها که از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و با انتقادهایی همراه شده بود، وزیر را مجبور کرد درباره آن توضیح بیشتری بدهد. ممکنه در یک محله در هزاران خانوار شاید دو مورد اینجوری داشته باشیم و اونم کاملا پس از طی یک سری مقدمات و مراحل و ارتباطات و تاییدیه های دو طرف و اعلام کد و شناسه واحد که طرف هم وقتی میره اونجا باید کد و شناسه رو طرف کاملا در جریان باشه. شیوع کرونا در زندان‌ها و پادگان‌ها از موضوعاتی است که نگرانی‌های زیادی به وجود آورده. در روزهای گذشته چند زندانی به مرخصی آمدند و آنطور که سخنگوی قوه قضاییه گفته این روند ادامه خواهد داشت. بیش از 54 هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. خانم نازنین زاغری
ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره، فضاسازی شد، دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای ضمنی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد. به گفته حسین پورمند، مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های ایران، در سال 97 تعداد زندانیان در ایران 190 هزار نفر بوده. بر اساس این آمار، حدود 30% زندانیان به خاطر شیوع کرونا به مرخصی خواهند آمد. این تصاویری است که امروز از درختکاری آیت الله خامنه ای منتشر شده. تصاویری غیر معمول تحت تاثیر ویروس کرونا، با دستکش یک بار مصرف و بدون حضور نزدیکان در اطرافش و توصیه به رعایت بهداشت. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. و ستایش نحوه اطلاع رسانی در ایران، در حالی که ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است. بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت، با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن، که خب کار خوبی هم بود. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس ایران، از مثبت بودن تست کرونا 23 نماینده مجلس خبر داده. مجلسی که از بیم گسترش کرونا تعطیل شده. کووید 19 جان خیلی ها را گرفته. زندگی خیلی ها را سخت کرده. بسیاری را خانه نشین یا بستری در بیمارستان کرده. خیلی ها را هم ترسانده. اما اینها پرستاران و پزشکانی که با دانش و مهارتشان به جنگ ویروس کرونا رفتند، روحیشان را از دست ندادند. فرین حسینی، بی بی سی. اریک فایگلدینگ، متخصص بیماری‌های همه‌گیر و استاد دانشگاه هاروارد از ویرجینیا با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای فایگلدینگ. در وهله اول ارزیابیتون از آماری که مقام‌های رسمی در ایران ارائه میدند چیه؟ چقدر فکر می‌کنید به واقعیت نزدیکه؟ فکر میکنم در ابتدای کار شماره تعداد افراد مبتلا خیلی کم به نظر میرسید. همون اولین دو موردی که اعلام کرده بودن و فوری اعلام شد که اینها فوت کردن، این خب نشون میداد که این ویروس باید خیلی از مدت ورودش به این کشور گذشته باشه، برای اینکه طبق اطلاعات سازمان بهداشت جهانی میبینیم که 2 تا 6 هفته طول میکشه تا فرد احیانا جان خودش از دست بده. و اینکه اینها به همین زودی اعلام کردن که 2 نفر مبتلا شدن و بعد جونشون رو خیلی سریع از دست دادن، این یک مقدار عجیب بود. بعد که کم کم مدت زمانی سپری شد، میبینیم که تصویر داره کم کم کامل تر میشه و نشون میده که وضعیت اپیدمی خیلی بد هست، شبیه وضعیت ووهان در چین هست. بسیاری از مقام ها در ایران انتقاد می کنند در حال حاضر از اینکه چرا شهر قم که مرکز اصلی شیوع بود قرنطینه نشد. شما فکر می کنید که آیا چنین سیاستی می تونست مانع شیوع بیشتر ویروس بشه؟ اگر قم قرنطینه می شد هفته ها پیش، در همون ابتدای کار با آزمایش‌های فعالانه و وقتی که هر موردی رو که کشف می‌کردن و قرنطینه رو انجام می‌دادن، این میتونست که اپیدمی رو کند کنه. اما وقتی که ما واقعا متوجه شدیم که موارد فوت داره اتفاق می‌افته، بعد از اون 2 مورد اولیه فوت اشخاص، به این معنی بود که دیگه اپیدمی از کنترل خارج شده. بنابراین من فکر می‌کنم که حتی اگر قرنطینه می‌کردن، دیگه کار زیادی نمی‌تونست بکنه. شاید می‌تونست تا حدی محدودش کنه، اما واقعا در این صورت می‌تونست قضیه رو کند کنه که قبل از اینکه این مرگ‌ها گزارش بشه، این قرنطینه انجام می‌شد.
الان ارزیابیتون از سیاست‌های مقام‌های ایران چیه؟ یا فکر می‌کنید که به اندازه کافی دارن مقابله می‌کنند با این ویروس؟ من فکر می‌کنم که الان مقام‌های ایران بیدار شدن و قضیه رو دارن جدی می‌گیرن، اما بهترین زمان یا زمان بهتر برای جدی گرفتن ماجرا بیش از یک ماه قبل بود، وقتی که ووهان شروع کرد به گزارش دادن این اپیدمی. اون موقع باید سفر به چین و از چین رو محدود می‌کردن و تدابیر این چنینی اتخاذ می‌کردن، در سطح ملی آزمایش می‌کردن اشخاصی که دچار مریضی هستن. زمان مناسب اون موقع بود، اما حالا دارن خب بعد از این وقایع واکنش نشون میدن، بعد از اینکه اپیدمی واقعا از کنترل خارج شده. بنابراین میشه گفتش که به تعبیری کار کمی هست و کار دیری هست، وقتش گذشته، اما به هر حال حالا خوبه که شروع کردن که مردم رو قرنطینه میکنن و همینطور مقام های دولتی رو که تستشون مثبت در میاد، آزمایششون مثبت در میاد، باید قرنطینه کنن. رهبر ایران امروز گفت که این مسئله چندان بزرگ نیست و زودگذره. فکر میکنید که آیا این بحران زودگذریه؟ من فکر نمی کنم این بحران زودگذری باشه. فکر می کنم بحران خیلی بلند مدتی باشه برای همه جهان. در چین موارد ابتلا کم شدن، اما دلیل اصلیش اینه که هیچ کسی رو اجازه ندادن که از جاش تکون بخوره. در واقع نصف کشور رو در جای خودشون محروموم کردن و حالا باز ممکنه که این وضعیت دوباره تغییر کنه. همین در مورد ایران هم صادقه. اگر ایران میتونست 10 روزه مثل چین بیمارستان بسازه، نصف جمعیت خودش رو از رفتن به کار و جاهای دیگه منع کنه، شاید. ولی تا زمانی که واکسنی کشف بشه فکر نمی کنم که هیچ کشوری بتونه ادعا کنه که ویروس رو متوقف کرده. تا وقتی که ما یک ویروس بسیار مؤثر رو شاید ظرف 1 سال آینده کشف کنیم، باز فکر نمی کنم که تا اون موقع هیچ فردی بتونه که از این ویروس راه گریزی داشته باشه. متشکرم. اریک فاگلدینگ، متخصص بیماری های همگیر با ما. دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانتیکت آمریکا با ما هستند. آقای احمدی از منتقدان سیاست جمهوری اسلامی در نحوه مقابلش با ویروس کرونا هستند. آقای دکتر، مشکل اصلی از کجا شروع شد؟ فکر می‌کنید که کجا اشتباه کردند مقام‌های ایران؟ من فکر نمی‌کنم اشتباه کردن. من فکر می‌کنم که در اون دوره‌ای که تمام پروازها به چین رو همه ممنوع کرده بودند و تمام دنیا تلاش میکرد برای کنترل، و سازمان بهداشت جهانی و بسیاری مقامات دیگرش از دولت ایران خواهش کردند که این پروازها رو متوقف کنه، عمدن به این پروازها ادامه دادن. همینطوری که الان گزارشاش هست، بیش از 50 مسافرت هوایی رو اینها از چین به قم و تهران ادامه دادن. مثل این میمونست که 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید، و برای اینه که شما دارید نتایجش رو میبینید، برای اینه که در اون روزهای اول سعی کردن سرپوش بگذارن، برای اینکه میخواستن ادامه بدن و آلوده کردن. این رو یک ودیعه الهی تلقی میکردن مثل جنگ، برای اینکه فکر میکردن از بحران سیاسی که دوچارش شده حکومت این رو اونها رو نجات میده، مردم رو وحشت زده میکنه و به خونه هاشون میکشونه، و متوجه نبودند که عواقب بسیار وحشتناکی در انتظار خودشون و در انتظار جامعه هست، و حالا هم خودشون و هم مردم در این آتشی که به پا کردن متاسفانه دارن میسوزن. الان شنیدید مهمان قبلی برنامه میگفتش که به نظر میاد که مقام های ایرانی بیدار شدند و تلاش میکنند که مقابله بکنند با شیوع این ویروس. ارزیابیتون از روند فعلی چیه؟ ببینید، در روند فعلی سازمان بهداشت جهانی رو مجبور شدن نهایتاً اجازه بدن به ایران بیاد، مجبور شدن یه سری اعداد و ارقام واقع بینانه تری رو اعلام بکنن. این 2336 نفر نسبت به دیروز که 900 خوردی اعلام کرده بودن بیش از دو برابره. دیروز 1500 تا بود، پریروز 900 تا بود، 1500 تا 2336 ببخشید، در حال افزایش خواهد بود همچنان. و من فکر می‌کنم ظرف 2-3 هفته آینده ما
ارقام بالاتری رو خواهیم دید، هم از میزان تلفات مردم و هم از میزان ابتلا. سازمان بهداشت جهانی میگه که 100 هزار تست رو در اختیار دولت ایران گذاشته و حدود 15 هزار به اصطلاح یونیفرم های مخصوص مراقبت با ماسک و دستکش و غیره، که اینها با آموزش هم نیاز داره، چون ما در ویدیو گاهی میبینیم که عده‌ای از پرسنل پزشکی استفاده درست نمیکنه، مثلا دستکش ها رو نمیکنه ولی بقیه این یونیفرم رو میپوشه خیلی خوب و ماسک رو میزنه، ولی وقتی که دستکش رو نمیکنه استفاده نادرسته. فرستادن 300 هزار نفر برای جستجوی خانه به خانه کاری باز احمقانه و نادرست به نظر میرسه. البته امروز اعلام کردن که این سیاست هم تغییر خواهد کرد، یعنی در دیروز اعلام شده بود که خانه به خانه است، امروز گفتن که دیگه این اتفاق نمیافته. بله، امیدوارم این رو متوقف بکنن. به جای این کار لازم است که در هر کدوم از محله ها در واقع یک باجه اطلاعاتی کوچک بگذارند از آدمایی که اونجا میتونن به افراد اطلاعات بدن، ماسک بدن، ژل ضد عفونی بدن و مانع رفتن افراد به بیمارستان ها و اورژانس ها بشن. این به نظر من بسیار موثرتر خواهد بود. آموزش عمومی قدم بسیار بزرگی میتونه باشه در حال حاضر. گام های بزرگ بعدی جدا کردن باید مراکز اورژانس کشور باشه، یعنی یه سری مراکز اورژانس رو باید اختصاص بدن به بیماری های ریوی و زکام و سرماخوردگی که در واقع اینها با بقیه بیمارا مخلوط نشن. یک سری بیمارستان ها رو باید باز مشخص بکنن، مطلقاً در اختیار این بیماری کرونا قرار بدن، و یا اینکه مثل چینی ها یک بیمارستان های موقت جدید درست بکنن برای اینکه همه بیمارهای مشکوک و یا تست مثبت به اضافه پرسنلی که تست مثبت گرفته و یا بیماره به این بیمارستان ها منتقل بشن. در وهله سوم شما به آی سی یو احتیاج دارید، یه سری آی سی یو هایی به طور مشخص احتیاج دارید، برای که ما میدونیم 14%، ببینید 80% اینا حالشون خوب میشه بدون واقعا هیچ نیاز به کمک پرسنل پزشکی، ولی یک 14% حالشون وخیم میشه، حاد میشه، و توی اینها 5% حدودا ما میدونیم امروز که به آی سی یو احتیاج پیدا میکنن و اون 2.5 تا 2.5% تلفات از این 5% هست. بنابراین آی سی یو هایی رو احتیاج دارید شما که باز اختصاص داشته باشه به بیماران کرونا، برای اینکه و بعد این 100 هزار تستی که در اختیار دارن باید اگر واقعا 2000 نفر بیمار مثبت دارن، تمام مرتبطین مستقیم با این 2000 تا باید تست بشن و بعد قرنطینه بشن. این جدیه، این حرفای آقای خامنه‌ای حرفای کودکانه است. این یکی از مرگبارترین ویروس های دوره اخیر ما هست. خبر خوب این استش که با قرنطینه و کنترل و رعایت بهداشت عمومی شما میتونید این رو کنترل بکنید، ولی خبر بد اینه که متاسفانه در ایران ما با شرایطی سر کار داریم که با حکومت سر کار داریم که مردم بهش اعتماد ندارن و قادر نبوده که تا به حال مدیریت درستی از خودش نشون بده. متشکرم دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل. شیوع ویروس کرونا در ایران موضوع گفتگوی همکارم بود با برایان هوک، مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا، که امروز در لندن بود. کسران آجی اول از او پرسید که بر اساس اطلاعاتی که آمریکا در اختیار دارد، بحران ویروس کرونا در ایران تا چقدر گسترده است؟ بنا به آمارهای خود حکومت ایران، ایران الان بالاترین ضریب تلفات کرونا رو در دنیا داره. من یک مصاحبه رو دیدم با یک دکتر در استان خوزستان که گفت حکومت ایران برای یک ماه ابعاد این ویروس رو پنهان کرد، انتخابات رو به تعویق ننداخت، و وقتی روشن شد که یک بحران سلامت در کشور حاکم شده، حکومت ایران آماده نبود تا جلوی شیوع ویروس رو بگیرید، و حالا 23 نفر از نمایندگان مجلس مبتلا شدند. معاون وزیر بهداشت، معاون رئیس جمهور، یکی از اعضای فکر کنم شورای نگهبان بود که فوت کرد. 63 نفر فوت کردند. با توجه به اینکه حکومت ایران هم معمولا ارقام دقیقی رو نمیده، رقم واقعی خیلی بالاتر هست. حکومت ایران یک پیشنهاد کمک داد، ولی حکومت ایران دست رد به سینه آمریکا زد. شما آمریکا به ایران پیشنهاد کمک دادید برای مبارزه با ویروس کرونا در ایران. چه کمک مشخص و عملی میتونید به ایران بکنید؟ ما به اونها خیلی ساده یک یادداشت دیپلماتیک دادیم و ازشون پرسیدیم نیازهای پزشکی شما چیست؟
به ما بگین نیازهای شما چی هستن و ما ببینیم که چجوری میتونیم به شما کمک کنیم، ولی اونها رد کردند. اگر فرض کنیم که ایران از شما کمک بخواد، چه کمکی میتونید در اختیار ایران بگذارید؟ ایالات متحده بزرگترین منبع کمک‌های بشردوستانه در دنیا است و در 40 سال گذشته که از عمر حکومت ایران می‌گذره، هر وقت یک بحران سلامتی پیش اومد یا یک فاجعه طبیعی رو داشتیم، مردم آمریکا حاضر شدن که کمک بکنن. بنابراین ویروس کرونا هم مهارش بسیار مشکل هستش و شما اگر اون تدابیر لازم رو به کار نگیرید نمیتونید مهارش بکنید، ولی خیلی تجهیزات پزشکی هم باید داشته باشید و ما همچنان آماده هستیم که به مردم ایران کمک بکنیم. ولی حکومت ایران یک بار دیگه ثابت کرده همون حرفی رو که پرزیدنت ترامپ قبلا گفته بود که بزرگترین قربانیان حکومت ایران مردم ایران هستن و اینو دوباره میبینیم. The Iranian government is saying that your offer is ایران میگه و من نقل قول میکنم پیشنهاد شما مضحکه. این یک کار سیاسی و روانی، این پیشنهاد شما سیاست فشار حد اکثری شما ضربه بزرگی به ساختار بهداشتی و پزشکی ایران زده. واردات دارو و تجهیزات پزشکی عملا غیر ممکن شده. واکنش شما چیه؟ Well, the Iranian people know better. The Iranian people know that the where to place the blame for this epidemic and it's on the regime. مردم ایران خودشون واقعیت رو میدونن. مردم ایران میدونن که تقصیر رو باید به گردن چه کسی بندازن. تقصیر حکومت ایران میندازن. من همیشه میشتم که حکومت ایران معمولا بحث میکنن، سعی میکنن سر به مسئولیت بکنن به خاطر این بحران، تحریم های ما رو مقصر بتونن. اما مردم ما تحریم های ما رو مقصر این بحران نمیدونن. اصلا دلیل اینکه حکومت ایران یک کشور یاغی در دنیا شده این هستش که دلیل اینکه نظام مالی دنیا پشتش رو به حکومت ایران کرده اینه که حکومت ایران از بس حکومت فاسدی هستش. اولین قاعده بانکی این هستش که مشتری خودتون رو بشناسید. وقتی یک بانک میخواد معامله بکنه با بانک‌های ایران، نمیدونن که آیا دارن از مردم ایران حمایت میکنن یا دارن از جنگ داخلی اسد حمایت میکنن. به همین دلیل هستش که بانک‌ها واقعا نمیخوان با ایران معامله بکنن، با بانک‌های ایران معامله بکنن و بانک‌های ایران الان زیر فشار هستن. خیلی هاشون از اون سیستم سویفت خارج شدن. برای همین تعجبی هم نداره که بسیار دشوار هستش که کمک‌های بشردوستانه به ایران برسه، برای اینکه حکومت ایران شفاف عمل نمی‌کنه، نه با مردم خودش نه با دنیا. برای همین دریافت تجهیزات پزشکی همیشه مستثنا بود از تحریم‌های ما. همین چند هفته پیش بود که ما محموله از داروهای ضد سرطان داشتیم که به ایران پیشنهاد کردیم داروها رو می‌خواین یا نه، اما ایران رد کرد. ولی شما قبول دارید که این سیاست تحریم‌های شما بحران ایجاد کرده، تحریم‌های بانکی، مشکلات تبادل بانکی ایران با خارج از کشور برای ایران عملاً خرید دارو رو غیر ممکن کرده، زیر ساخت بهداشتی ایران با سیاست‌های شما تضعیف شده. خیر، اگه شما به یادداشت نگاه بکنید که یکی از وزرای ایران با آقای روحانی نوشت، از او پرسید که 1,300,000,000,000 از لوازم پزشکی ایران گم شد. ما نمونه‌های دیگه هم داشتیم که سپاه پاسداران از شرکت‌های سوری استفاده کرد که بتونه حمایت بکنه از گروه‌های مورد حمایت خودش. بعداً داروهایی که وقتی به ایران فرستاده شد، سپاه اونها رو برداشت و در بازار سیاه فروخت و از پولش استفاده بکنه برای بلندپروازی منطقه خودش. بر همین مردم ایران هم می‌دونن که انگشت تقصیر رو به سوی چه کسی بگیرن وقتی ما بحران چینی رو داریم. در جریان اعتراضات آبان ماه وقتی در 31 استان ایران تظاهرات شد، حتی یک اعتراض علیه تحریم ها، علیه پرزیدنت ترامپ، علیه آمریکا ما ندیدیم. اون چه که ما دیدیم این بودش که مردم پارچه های مرگ بر آمریکا رو پاره کردن. مردم دیدیم که تصاویر رهبر ایران رو سوزوندن و بعدم در ژانویه دیدیم که تصاویر قاسم سلیمانی رو سوزوندن. بیش از 70% جمعیت ایران زیر 35 سالشون هست. حکومت ایران دیگه تحلیل رفته. همه مردم ایران میدونن که این یک مافیای فاسدی هستش که داره پول مردم ایران رو میدزده. بنابراین چه ساقط کردن حکومت مسافربری هستش که حکومت ایران برای 3 روز راجع بهش دروغ گفت، یا بحث ویروس کرونا هستش. مردم ایران میدونن که این حکومت نماینده منافع مردم ایران نیست. آیا میتونید اطمینان بدید که فشار حداکثری شما به ایران مانعی در مقابل ارائه کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا نخواهد شد؟ تحریم های ما جلوی کمک به ایران رو نگرفته. اونچه که جلوی کمک به ایران رو گرفته نظام فاسد بانکی ایران هست که باعث شده خیلی از بانک های خارجی بترسند. این ربطی به آمریکا نداره.
این به خاطر اون گروه ویژه مالی هستش که نمیتونه تضمین بکنه به نظام مالی جهانی. بانک های ایران به طور اصولی به دنبال پولشویی و کمک به تروریسم نیستن. Let's assume there is a importer private sector from Iran who wants to import say 100,000. بگذارید فرض کنیم یک وارد کننده بخش خصوصی در ایران بخواد مثلا 100,000 کیت آزمایش ویروس کرونا از سوئیس وارد کنه، که شما کشوری که شما کانال تجارت بشر دوستانه رو اونجا باز کردید، چه باید بکنه؟ خیلی آسون هست. اون شرکت میتونه با وزارت خارجه آمریکا تماس بگیره، میتونه با دولت سوئیس تماس بگیره. ما به سرعت درخواست اونها رو مورد بررسی قرار خواهد داد، ولی ما باید اطمینان حاصل بکنیم که تدابیر لازم رو به کار بگیریم که بتونیم مطمئن بشیم اون داروها یک موقع توسط حکومت ایران دزدیده نشن برای مصارف خودشون که به نخبگان ایران نفع برسونه. اولین بار نیستش که هیئت حاکمه ایران سعی کردن که جیب خودشون رو پر بکنن. Are you worried about the spread of the virus in Iran's jails as far as آیا شما از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های ایران نگران هستید، به خصوص برای چند ملیتی‌های ایرانی آمریکایی که در زندان هستند، کسانی مثل سیامک نمازی؟ ما بسیار نگران هستیم و اگر حکومت ایران به سختی میتونه بحث کرونا رو در بیرون از زندان‌ها مدیریت بکنه، تصور کنید در داخل زندان‌ها چه خبره. زندانیان در خطر قرار دارن. ما از حکومت ایران خواستیم که شهروندان آمریکایی که در زندان اوین هستن آزاد بکنن، اونها رو تحویل سوئیس‌ها بدن. بسیاری از آمریکایی‌ها که در زندان هستن بیمار هستن یا سالمند هستند و حکومت ایران باید کار درست رو انجام بده. کسانی که در زندان هستن بیگناهن، اونها به طور اشتباه بازداشت شدند. حکومت ایران کارنامه 40 ساله گروگانگیری داره و مهم هستش که اونها این زندانیان رو آزاد بکنن و تحویل سوئیسی‌ها بدن. متشکرم، خیلی ممنون. گفتگوی کسرا ناجی بود با برایان هوک، مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا. و اما تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 90,000 نفر گذشت. در آمریکا 6 مورد جانشان را از دست دادند و 5 کشور دیگر هم اولین موارد ابتلا را گزارش کردند. احتمال تعویق المپیک توکیو و اعلان وضعیت جنگی در کره جنوبی از جمله اخبار مربوط به کرونا در جهان است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ویتنام با این ریتم خواند و جهان با استقبال گوش کرد. یک ویروس اومده، اسمش کروناست، از جایی به اسم ووهان اومده و بقیه ماجرا. اینها بخشی از تلاش ویتنام برای آموزش اصول بهداشتی و شستشوست. در مقابل ویروسی که تاکنون بیش از 90,000 نفر را مبتلا و نزدیک به 3,000 نفر را از پا در آورده. پس تعجبی نداشت که کره جنوبی به کرونا اعلان جنگ داد و آرایش نظامی گرفت. در اینجا رئیس جمهوری کره جنوبی پرستاران نیروهای مسلح را مورد ستایش قرار می دهد. من با شما که در این شرایط سخت کار می کنید همدردی عمیقی دارم. شما مثل دختر و پسرهای ما هستید، ولی در این حال پرسنل پرغرور نیروهای مسلح ما هم هستید. روحیه مردم کره جنوبی قرار است جنگی باشد، ولی آنسوتر در ژاپن مردم مشوشند. قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها گواهی می‌دهند. نشانه‌های تشویش در هند هم دیده می‌شود. 6 مورد ابتلا در کشوری با 1,380,000,000 جمعیت یک بمب ساعتی است و این توصیه نخست وزیر هند به مردمش. احتیاجی به استراب نیست. ما باید با هم کار کنیم و گام‌های کوچک ولی مهمی برای حفاظت از خودمون برداریم. حفظ آرامش امروز تکه کلام بیشتر رهبران جهانی به مردم است. مخصوصاً به مردم چین که در میانه مقابله با کرونا امروز اولین عمل پیوند ریه در جهان را برای مبتلا به کرونا با موفقیت انجام دادند. فعلاً تنها سلاح مردم در برابر کرونا رعایت نظافت و یک محیط خلوت است. نظافت و خلوت بیشتر از دعا و نیایش. از این رو انتشار این تصاویر از دعای دست جمعی ستاد مقابله با کرونا در کاخ سفید آمریکا برای منتقدان دولت ترامپ اطمینان بخش نبود. آمریکا امروز نزدیک با 100 مورد ابتلا و 6 فوتی روبروست. شکست کرونا احتیاج به همیاری و دوستی بین ملت‌ها دارد. اما آیا این بار ورزش می‌تواند پل دوستی باشد؟ جواب نشست امروز کمیته المپیک 2020 توکیو این بود.
بله می تواند. فعلا المپیک توکیو 2000 توکیو دارن تلاش میکنن المپیک به موقع برگزار بشه و ما از این تلاش ها حمایت میکنیم. پیام این است کار و زندگی ادامه دارد، ولی در بریتانیا زندگی بیشتر از کار. دولت بریتانیا میگوید انتظار دارد در اوج شیوع کرونا 1/5 نیروی کار این کشور در خانه بماند. پیش بینی هایی که شاید در مورد اوکراین، سنگال، تونس و مراکش هم روزی صادق باشند. این کشورها امروز اولین موارد ابتلا به کرونا را اعلام کردند. خبر خوب برای کاتولیکای جهانی که تست کرونا پاپ سالمن منفی بود، هرچند سرفه هایش خشک. و خبر بهتر این که جوانان ویتنام به نمایندگی از نسل جوان دنیا بنا دارند با تلنگری کاری به کرونا دوباره با خیالی آسوده بر لب یار بوسه زنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. جاناتان بال، ویروس شناس با تخصص بر روی ویروس های نوظهور از ناتینگهام بریتانیا با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای بال. در وهله اول به ما بگید که درباره ویروس کووید 19 دقیقاً چی میدونیم؟ خب ما مقدار زیادی از اطلاعات رو در زمان نسبتاً کوتاهی درباره این یاد گرفتیم. میدونیم که از یک منبع حیوانی وارد انسان‌ها شده، حدوداً در زمان اواخر بین اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر اولین مواردی که گزارش شدند در پایان دسامبر سال گذشته میلادی بودند. از اون زمان تا حالا دانشمندان موفق شدند که مشخص کنند که این منبع عفونت چی بوده و ما اسم اون رو ویروس کرونا جدید گذاشتیم. میدونیم که این یک جور خیشاوند ویروس قبلی سارس هست و میدونیم که خیلی راحت میتونه از انسان به انسان منتقل بشه و همچنین میدونیم که در موارد نادری این ممکنه که به بیماری‌های خیلی جدی بیانجامه و حتی به مرگ منجر بشه. چقدر به تولید واکسن نزدیک هستیم؟ متاسفانه مدت زمان لازمه برای اینکه برای یک عامل ویروسی جدید واکسن ساخته بشه. ما ابزار زیادی داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه در این زمینه پیشرفت کنیم، اما متاسفانه باید شما اول چیزی رو کشف کنید که فکر کنید که ممکنه به شما مسئولیت بده، فرد واکسینه شده رو بهش مسئولیت بده، بعد اون رو نشون بدید که ثابت کنید که در یک آزمایشگاه کار میکنه، بعد باید روی حیوانات آزمایشش کنید که نشون بدید که این امنه و بعد نشون بدید که ایمنیش روی انسان‌ها هم هست و اون وقته که به مرحله تولید میرسه و همه اینها زمانبر هست و بنابراین شاید بشه گفت دست کم یک سال وقت لازمه تا اینکه به واکسن برسید. بعضن بعضی از کارشناسان آمار نگران کننده ای مطرح می کنند، فرضاً میگن که ممکنه تا 70% جمعیت جهان مبتلا بشن به ویروس کرونا. نظر شما چیه درباره این آمار؟ فکر میکنم باید به خاطر داشته باشیم و دلیل نگرانی ما از ویروس کرونا هم اینه که هیچ کدوم از ما چنین ویروسی رو در گذشته یا ویروسی شبیه به این رو در گذشته ندیدیم و بنابراین هیچ کدوم ما مسئولیت موجود نسبت به اون رو نداریم. بنابراین به طور بالقوه همه ما آسیب پذیر هستیم که به این ویروس آلوده بشیم. بنابراین اگر که نگاه کنید ببینید تا چه اندازه این ویروس آلوده کننده است، میبینیم که هر فردی به طور بالقوه میتونه که این ویروس رو به 2 یا 3 نفر دیگه به طور بالقوه منتقل کنه و دیگر اینکه از راه تنفسی منتقل میشه. بنابراین افراد با عدسه یا سرفه یا حتی به طور بالقوه با تنفس خودشون میتونن اون رو منتقل کنن. همه اینها به این معنی است که این ویروس این قابلیت رو داره که بسیار آسان گسترش پیدا کنه، به آسانی گسترش پیدا کنه و بعد همزمان 80% مردم، شاید حتی بیش از اونها، عوارض خفیفی نشون میدن که شبیه عوارض آنفولانزا یا سرماخوردگی است. بنابراین این معنیش اینه که خیلی از مواقع ممکنه که این ویروس زیر رادار رد بشه و ما کشفش نکنیم، متوجهش نشیم به واسطه این عوارض دیگر. بنابراین میبینیم که در ایران یا در ایتالیا که از طریق یک منبع نامشخص این ویروس پیدا شده و بعد خیلی سریع در جامعه پخش شده. بعضی از ویروس ها در طول زمان تکامل پیدا می کنند، تحول پیدا می کنند و به واکسن هایی که وجود داره در واقع
ایمنی پیدا میکنن. آیا ممکنه این اتفاق درباره ویروس کرونا هم بیفته؟ خب در حال حاضر بیشتر این انواع ویروس ها این قابلیت رو دارن که دچار تکامل و تغییر بشن. نکته اینجاست که آیا این ویروس کرونا هم داره دچار تغییرات ژنتیکی میشه یا نه، و حتی اگر که دچار این جنومش دچار تغییر بشه، باز هم نمیدونیم که این تغییرات چطور ممکنه که رفتار اون رو تغییر بده. بعضی از این تغییرات ممکنه که او رو خطرش رو کمتر کنه یا خطرش رو بیشتر کنه. در این رابطه هیچ شواهدی در حال حاضر در دست نداریم که داره رفتارش رو تغییر میده. اما در رابطه با واکسن ها میدونیم که ویروس کرونا عموما رفتارش میتونه متفاوت باشه، رفتارهای مختلفی داشته باشه. در گذشته ویروس‌های کرونایی داشتیم که در انسان‌ها چرخش داشتن و بعد به بیماری‌های خفیف‌تری مثل سرماخوردگی خفیف یا آنفولانزای خفیف منجر می‌شدن و می‌دونستیم که اینها میتونن افراد رو دوباره آلوده کنن، چون اگرچه شما ممکنه که بعد از آلوده شدن بهش دچار مسمومیت بشین، مسمومیت شما پایدار نیست. بعد از چند سالی اون مسمومیت از بین میره و شما دوباره ممکنه که آلوده ویروس بشین. بنابراین احتمال داره که ویروس جدید کرونا هم چنین رفتاری داشته باشه، اما به هر حال همچنان ویروس جدید کرونا هست، هنوز باید دربارش یاد بگیریم چیزهای زیادی رو تا بتونیم به این سوال ها پاسخ بدیم. عده‌ای سوال براشون که چرا فرضاً کشورهایی مثل هند یا بعضی از کشورهای آفریقایی کماکان در امان موندند از این ویروس، فکر می‌کنید علتش چی میتونه باشه؟ متاسفانه بسیار از کسانی که من، بسیار از کارکنان که باشون، همکاران ویروس شناسی که باشون صحبت کردم، خیلی مشخص نیست. اگر به نقشه گسترش ویروس کرونا در جهان نگاه کنیم، بیشتر موارد در کشورهایی مشخص شدن که نظام‌های مانیتورینگ و بازبینی خیلی خوبی دارن، بنابراین خیلی زود میتونن که این ویروس‌ها رو تشخیص بدن. متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان مثل کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا یا کشورهای دیگر چنین سیستم‌های خوبی رو ندارن، بنابراین دشواری هست برای اونها که بتونن این ویروس‌ها رو تشخیص بدن چون زیرساختشون ندارن. بنابراین ظن من این هستش که ویروس در اون کشورها ممکنه حضور داشته باشه اما تشخیص داده نشده باشه. اگر تصور کنین چطور بسیار از کشورهای آفریقایی با چین ارتباط نزدیکی دارن و پروازهای بین دو سمت، بین چین از یک طرف و اون کشورها ادامه داشته، واقعا خیلی خیلی خوششانسی لازم هست که این ویروس به اون کشورها نرسیده باشه. ما مواردی رو در نیجریه داشتیم که گزارش شده، اما ظن ما این هست که ممکنه در خیلی از جاهای دیگر در آفریقا هم حضور داشته باشه این ویروس. متشکرم جاناتان بال، ویروس شناس با تخصص و ویروس های نوظهور با ما. و اما در آمریکا تکاپو برای انتخابات ریاست جمهوری داغ‌تر میشه. امروز سه‌شنبه در 14 ایالت از شرق تا غرب آمریکا اعضا و هواداران حزب دموکرات پای صندوق‌های رأی‌گیری در اون حزب میرند تا به فرد مورد علاقه‌شون برای نامزدی حزب رأی دهند، کسی که قرار است پاییز آینده با دونالد ترامپ رقابت کند. اما حالا همین رقابت داخلی دموکرات‌ها هم کمتر از روز انتخابات داغ نیست. هادی نیلی خبرنگار ما برای پوشش این رقابت‌ها به یکی از این 14 ایالت رفته، کارولینای شمالی در شهر شارلوت. هادی، پیشتازی برنی سندرز چقدر میتونه به این معنا باشه که او نامزد نهایی حزب دموکرات میشه؟ اگر برنی سندرز سناتور چپگرا بتونه در انتخابات امروز، در رأی‌گیری‌های امروز در این 14 ایالت هم همچنان پیشتازیش رو حفظ بکنه و تعداد لازم برای فرستادگان ایالتی، فرستادگانی که روز برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات رأیشون رو اعلام خواهند کرد، اگه تعداد لازم رو به دست بیاره، یعنی نزدیک بشه به تعداد لازم و همچنان پیشتاز داوطلبان نامزدی باشه، راهش هموارتر میشه که به این نامزدی برسه. اگر این تعداد رو از دست بده یا اتفاقی بیفته که برگ آرا بچرخه و کسی مثلا جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا در دوره باراک اوباما بالاتر بیاد، اون وقت دیگه مسیر برای او چندان هموار نیست. خیلی از دموکرات ها امیدوارند که حتی اگر برنی سندرز همچنان پیشتاز بمونه،
بتونن جلوی او رو از اینکه به این حد نصاب برسه بگیرند. برای اینکه یک مروری بکنیم روی این شیوه انتخاباتی، هر حزبی چه دموکرات و چه جمهوری خواه اینها در ایالت‌های مختلف رقابت‌های درون حزبی برگزار می‌کنند و هر ایالتی و هر منطقه‌ای در اون ایالت یک تعدادی فرستاده مقید داره که اینها میرن در مجمع ملی حزب اعلام می‌کنن که منطقه ما یا ایالت ما به فلان داوطلب نامزدی رأی داده و به این ترتیب نامزد حزب معلوم میشه اگر به حد نصاب برسه. حد نصاب چقدره؟ نصف به علاوه یک این تعداد. متشکرم. هادی، مسئله اصلی رای دهنده ها فکر میکنید چیه؟ مسائل مختلفی از طرف داوطلبان نامزدی مطرحه. خیلی از اونها در واقع میشه گفت همه اونها حرفشون در وهله اول اینه که نمیخوان بگذارن دونالد ترامپ 4 سال دیگه در کاخ سفید بمونه. یعنی هر کدوم از داوطلبان نامزدی حزب دموکرات الان در کارزارهای انتخاباتیشون این شعار رو حتما دارن که ما نمیخوایم بذاریم دونالد ترامپ در کاخ سفید بمونه، دونالد ترامپ دوباره انتخاب بشه. ولی بعد که وارد جزئیات میشیم، اختلاف نظرها بین داوطلبان نامزدی مثلا در مورد طرح بیمه عمومی، در مورد حمایت مالی برای تحصیلات عالی آمریکایی‌ها، در مورد مالیات‌های مختلف، در مورد اینکه چطور در حوزه سیاست خارجی آمریکا باید تصمیم بگیره، اختلاف نظرها در جزئیات واضح میشه. چقدر بقیه به غیر از جو بایدن و برنی ساندرز شانس دارند؟ مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی که شهردار نیویورک بوده، هم وارد انتخاب وارد رقابت‌ها شده. امروز اولین روزیه که نام آقای بلومبرگ در برگ رأی انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها اومده. او تلاش کرده با خرج کردن چند صد میلیون دلار، چند برابر هر کدام از دیگر داوطلبان نامزدی حزب دموکرات، فضای تبلیغاتی مثبتی برای خودش بخره. هرچند ناظرها معتقدن که در مناظره‌ها چندان قوی حاضر نشد، ولی مایکل بلومبرگ شاید برای خیلی از حامیان حزب دموکرات که دنبال چهره‌ای میانه رو هستن، دنبال چهره‌ای هستن که کمتر مثل سناتور ساندرز یا حتی سناتور وارن ایده‌های چپ‌گرایانه داشته باشه، برای اون افراد شاید مایکل بلومبرگ جذاب باشه. از اون طرف الیزابت وارن، سناتور دیگر دموکرات در رقابت‌ها هست، کسی که شاید بعضی سیاست‌هاش با برنی ساندرز همپوشانی داشته باشه و به همین نسبت بعضی از رای‌دهندگان او با برنی ساندرز همپوشانی داشته باشند. خیلی ها تحلیلشون اینه که راهبرد حاکمیت حزب دموکرات، اگر به چنین چیزی ما اعتقاد داشته باشیم که حاکمیتی در حزب وجود داره، یا ریش سفیدها و استخون خرد کرده های حزب، اگر بخوان جلوی برنی ساندرز رو بگیرن، راهبردشون در نهایت شاید این باشه که جلوی رسیدن او به حد نصاب رو بگیرن. کسی مثل الیزابت وارن میتونه با پخش کردن آرای برنی ساندرز بین خودش و او میتونه باعث بشه رأی برنی ساندرز بشکنه، و اگر اینطور بشه شاید ما بعد از 70 سال برای اولین بار در حزب دموکرات شاهد باشیم که مجمع ملی حزب با بحث و مباحثه پیش بره و نه با تکلیف از اول معلوم باشه. اگر یکی از این داوطلبان به حد نصاب فرستادگان ایالتی برسه، او نامزد خواهد بود، ولی اگر نرسه، در مجمع ملی حزب دوباره و سه باره تا وقتی که یک نفر اکثریت رو به دست بیاره بحث میشه، و در اون صورت راه باز هست برای داوطلبان دیگر حزب بجز برنی ساندرز که نامزدی حزب رو به دست بیارن. هادی، نتیجه اگر کوتاه بگی، نتیجه کی مشخص میشه؟ انتخابات تا ساعت 12 شب به وقت شرق آمریکا در کالیفرنیا و بعد در مجمع الجزایر ساموا که نزدیکی استرالیا میشه در اقیانوس آرام ادامه داره. نتیجه عملا ساعت 5 صبح به وقت لندن یا 8:30 صبح به وقت تهران شروع میکنه منتشر بشه، و ما تا فردا مطمئن خواهیم بود که چه تعدادی از این ایالت ها تا چه اندازه‌ای به کدام یک از این داوطلبان رأی دادن. متشکرم. هادی نیلی از شهر شارلوت با ما. بی‌بی‌سی فارسی دریافته که محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، برای اجرای حکم 1 سال زندانش به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده. آقای رسولوف به جرم فعالیت علیه نظام و امنیت ملی به 1 سال حبس، 2 سال محرومیت از هر گونه فعالیت و عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف 2 روز پیش جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را برد. آقای رسولوف به خاطر ممنوع خروج بودن در این مراسم حضور نداشت. ناصر زرافشان، وکیل محمد رسولوف از تهران با ماست. آقای زرافشان، دقیقاً در واقع اتهاماتی که به آقای رسولوف وارد شده به دلیل کدام یک از فعالیت‌های ایشونه؟
اتهام آقای رسول تغییر علیه نظام هست این داشت. در اصل موضوع اگر بخوام صحبت بکنیم، وقتی عملکردهای سیستمی رو نقل میکنن، این تبلیغ علیه اون سیستم نیست. تبلیغ علیه نظام علیه موجودیت یک نظام و ارکان اون نظامه. اسلامیت مثلا نظام جمهوری اسلامی، جمهوریتش، این ارکانی که در قانون اساسی به عنوان عناصر و اجزای متشکله نظام تعریف شده، اگر کسی اینا رو زیر سوال ببره بحث بکنه، علیه نظام، علیه موجودیت نظام صحبت کرده. در حالی که ساختن فیلم که در کلی ترین بیان نوعی نقد عملکردهای سیستم هست، اگر تا این حد رو هم بپذیریم، به صورت دقیق تبلیغ علیه نظام نیست. ما در خصوص اصل این اتهام بحث داشتیم که متاسفانه تو اون مراجع اون چه که تأثیر نداره قانون و منطقه. به هر صورت ایشون حکم یک سال رو گرفت، این حکم در تجدید نظر هم تایید شد و الان خمسی برای ایشون فرستادند که برای تعامل کیفر خودش رو به دستگاه معرفی کنه. آقای ظرفشان، در شرطی که در شرایطی که از داخل زندان گزارش‌های تایید نشده درباره شیوع کرونا منتشر میشه، امروز اعلام کردن که 54,000 زندانی رو به مرخصی میفرستن، فکر می‌کنید در چنین شرایطی چرا از آقای ظرفشان خواستن که برای اجرای حکم آقای رسولوف برای اجرای حکم خودشون رو معرفی کنن؟ خب ما یه حسیت من هم هست، البته من به موکلم گفتم که تا سال جدید اصلا فکرش رو هم نکنه، به خاطر اینکه می‌بینید در شرایطی که احتکار کنندگان کالاهایی که برای مردم حیاتی و مماتی است راست راست می‌گردن، قدرت هم دارن و جا دارد اونها بازداشتن. کسانی که از مرگ و بیماری و اپیدمی و جنگ و زلزله فرصت برای خودشون می‌سازن برای اینکه جیبشون رو پر بکنند، با بازار بازی میکنند، راحت دارن میگردن. در شرایطی که این عناصر میترسن، همونطور که شما گفتید، در شرایطی که امروز آقای اسماعیلی میگه 54,000 زندانی رو ما به مرخصی میفرستیم و دستور رئیس قوه برای اینکه محکومیت های قتلی امسال رو قبل از سال جدید اجرا نکنن، برای من هم حیرت آور. این اسمسی که برای آقای رسولوف فرستادن، ما امروز خبر داشتیم که برای زندانیان کمتر از 5 سال، کسانی که محکومیت قتل کمتر از 5 سال دارند، مرخصی بدن. وقتی این شرایط که آدم سرخندگی خواهم این که وضعیت و شرایط اجتماعی و فرهنگیش هم به گونه نیست که فرض بکنید بخواد تبانی بکنه به دنبال انهای آثار جرم یا فرار یا نمیدونم قصه ای داستانی باشه، امروز از احکام اسمس میکرسی که برای تعمل کیفر بیاد زندان. ما توی همچه اوز احوالی داریم به سر میبریم، هر گوشه شو که نگاه بکنید واقعا ما یه حیرت. فکر میکنید آیا برنده شدن جایزه جشنواره فیلم برلین ممکنه تأثیر داشته باشه؟ علت این باشه که ایشون در واقع دعوت شده؟ فکر نمی کنم، برای این که از لحاظ زمانی تقارن اینها رو وقتی در نظر بگیرید، نه اونقدر هم دقت و هوشیاری در کار نیست. گمان می کنم زودتر از اعلام نتیجه جشنواره برلین این داستان اتفاق افتاده که دیروز یا امروز این اسمس برای ما ها اومد. ولی در هر حال در کلیت قضیه، خب میدانیم که داستان یه داستان صرفا حقوقی نیست. بله، متشکرم. ناصر ظرفشان، وکیل محمد رسولوف از تهران با ما.
دو نامه در عرض چند روز از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران این مسئله را روشن کرده که انتخابات ریاست فدراسیون که قرار بود روز 25 اسفند برگزار شود با قواعد فعلی نمیتواند انجام شود. چرا در شرایطی که فوتبال ایران حال و روز خوشی ندارد انتخابات و مجمع به بنبست رسیده؟ آنطور که روزنامه‌های ورزشی ایران می‌نویسند، چه کسانی از داخل کشور اشکالات اساسنامه را برای فیفا می‌فرستند؟ خبرنگار ورزشی ما پوریا جعفر گزارش می‌دهد. فوتبال ایران بدون رئیس است و انگار قرار هم نیست در آینده نزدیک برای فدراسیون فوتبال رئیسی جدید انتخاب شود. در حالی که بعد از افتضاح سپردن نیمکت تیم ملی به مارک ویلموتس بلژیکی که بزرگترین ضرر مالی و ورزشی را برای ایران به همراه داشت، هواداران منتظرند تا مدیری منتخب زودتر فکر چاره باشد. اما حالا فیفا آب پاکی را روی دستان فدراسیون نشین‌ها ریخته و می‌گوید با این شرایط انتخابات بی انتخابات. اول اساسنامه را اصلاح کنید. اساسنامه‌ای که سال‌هاست پس و پیش شده ولی اصلاح ابداً. این مناظره معروف علی کریمی اسطوره فوتبال ایران با محمد رضا ساکت دبیر کل وقت فدراسیون دو سال پیش در برنامه 90 عادل فدروسی پور از تلویزیون ملی ایران گفتن این را به فیفا ارسال کردیم. فیفا روالش اینه اگر روش چند سال ما تاییدیه فیفا رو داشتیم. نه ببینید وقتی میره برای فیفا اگر فیفا ابهامی روش داشته باشه یا روش اشکالی بگیره و موافق نباشه حتما پاسخ میده. تو این چند سال برای فیفا فرستاده بودید؟ بله فرستاده شده بود آقای براتی هست چون تو بله بله برداشتم می بود که پاسخ اومده. الان آقای دکتر براتی الان پاسخ دادن مگه دوباره الان گفتن که ما دوباره ارسال کردیم. من ایشون الان پیام دادم که خواهشان تاییدیه یه کت پیشون هم بگی. گفتن اونا وقت 90 تا حالا ما اساسنامه به تایید فیفا نرسیده بوده. رفته بود چرا رفته بوده ولی فیدبک منفی نیومده. وقتی فیدبک الان 6 سال 7 سال چی شده بوده این قرار بوده این هر فدراسیونی باید اساسنامه‌اش به تایید فیفا برسه. ببینید صحبتشون اینه که ما وقتی ارسال میکنیم اگر فیفا مخالفتی داشته باشه اعلام میکنه، وقتی اعلام نمیکنه و سکوت میکنه یعنی مورد تاییده. حالا مشخص است که این ادعا در آن زمان درست نبود. اساسنامه مورد تایید فیفا نبود و فیفا هم سکوت نکرده بود، بلکه نامه‌هایی که به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده بود مسکوت مانده بودند. ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران توسط چه کسی یا چه کسایی نوشته شده. بعد نگاه بکنیم که این اساسنامه ناقص البته از نظر فدراسیون جهانی فوتبال باعث شده که چه کسانی وارد اتاق‌های ریاست و مدیریت فدراسیون فوتبال ایران طی سال‌های اخیر بشن. در عین حال توجه داشته باشیم که از بهار و تابستان امسال که فدراسیون جهانی فوتبال فشارهای زیادی آورد برای اصلاح این اساسنامه، چه کسی اجازه تایید اصلاحیه اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران رو در مجمع نداد علارغم اینکه فیفا میگه 4 بار نامه نگاری کردم. این تایید نشدن اساسنامه در مجمع باعث میشه که امروز آقای مثلا مهدی تاج بتونه از این اساسنامه ناقص استفاده بکنه و فدراسیون جهانی فوتبال بگه با توجه به اینکه هنوز اساسنامه تایید نشده اصلاحاتش پس انتخابات هم نمیتونه برگزار بشه. به این توجه داشته باشین که عناصر نزدیک به آقای مهدی تاج مانند آقای حیدر بهاروند مانند آقای مونبینی رد صلاحیت شدن یا دارن میشن و اجازه حضور در انتخابات رو ندارن. ما اعتقاد به این داریم که مسابقه یکی دیگر از مشکلات اساسی اساسنامه ابراهیم شکوری دبیر کل موقت است. طبق قوانین خود فدراسیون فوتبال ایران او از 6 ماه پیش غیر قانونی به فعالیت در این پست ادامه می‌دهد. مشکل دیگر آقای شکوری حضور در کمیته 3 نفره تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست است، آن هم در انتخاباتی که می‌خواهد برگزار کننده آن باشد. او به تازگی در روزی که شهرآورد تهران مهمترین مسابقه لیگ برگزار می‌شد، سفری هم به مقر فیفا در زوریخ داشت که معلوم نشد دستاوردش چه بود. در نهایت فیفا از فدراسیون ایران این عضو پردردسرش فقط 2 چیز می‌خواهد: یک اینکه اساسنامه‌ای بر طبق قوانین این سازمان تهیه کنند و 2 اینکه قوانین محلی کشور را لحاظ کنند. 2 موردی که تا این لحظه فدراسیون فوتبال در رعایت کردن آنها موفق نبوده است. پوریا جعفر، BBC.
و اما در این روزها که ویروس کرونا تبدیل به یک چالش بزرگ شده، بعضی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌هایی که در خط مقدم مبارزه با این ویروسند، یک چالش رقص را انداختند. یادآور این که در میان همه این خبرهای نگران کننده، زندگی زیر پوست ایرانیان موسیقی دوست و اهل دل ادامه دارد و خواهد داشت. برنامه امشب رو با چالش رقص پرستاران به پایان می رویم. شب خوش و دستان تمیز داشته باشید. شب بخیر. Salima, 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 salima